ما توی همون کنگره جهانی که گفتم با کمک اپوزیسیون سوریه، اپوزیسیون عراق، اپوزیسیون ونزوئلا، اپوزیسیون روسیه را انداختیم. جوانهای اونجا هستن. یکی رو میخوام بگم مثالش رو که حتما ازت دعوت میکنم با افتخار که اونجا حضور پیدا بکنی به نمایندگی از جوانای ایرانی، عمار، کسی هست که در سوریه پدرش رو قاسم سلیمانی کشت، برادرش رو قاسم سلیمانی کشت، پسر عموهاش رو در آغوش خودش قاسم سلیمانی کشت. و بسیارن مثل او که وقتی باهاشون حرف میزنی میگفت ما از ایران فاصله میگرفتیم چون شما قاسم سلیمانی رو قهرمان میخوندیم. تو چشماش نگاه کردم گفتم ما نبودیم، اعضای نایاک بودن و کسانی بودن که الان اونها هم اومدن و میگن این حکومت اصلاح شدنی نیست و ما از رژیم چنج حمایت میکنیم. بنابراین ما در خاورمیانه دشمن مشترک داریم. دشمن مشترک ما خامنه ای، جمهوری اسلامی، اسلامگرایی، و نمیشه از اینجا بریم و اسم افغانستان رو نیاریم. زنای افغانستان که شجاعانه اونجا میجنگن، برادران ما تو سوریه، برادران ما تو عراق، برادران ما که مثل ما زخمی همین حکومت فاسد خامنه ای هستن، اتفاقا دوست دارن که ما به سمت اونها هم دستمون رو دراز بکنیم. توی اگر ما رو تا حالا جنگ ما رو جدی نگرفتن، ما میتونیم به دنیا بگیم که ببینید این همه گفتیم جنگ توی خاورمیانه ما رو ندیدید، تو افغانستان ما رو ندیدید، تو عراق ما رو ندیدید، الان تو قلب اروپاه. کیه؟ سپاه. سپاه داره در واقع پهپاد میفرسته برای پوتین که بیگناهان رو در اوکراین بکشه. و اتفاقا ما اینجا میتونیم مسئولیت بزرگتری داشته باشیم با کمک شما جوانها که بتونیم به جامعه جهانی بگیم از شر این ویروس اگر خلاص نشید، این پهپادها تو خاک آمریکا و اروپا هم خواهند اومد. و شما سرمایه ایرانی، مرسی که یادآوری کردید، دمت گرم که صدای نیکا و سارینا شدی، صدای تک تک جوانای کف خیابون، صدای پژمان قریپور و پویا که الان مادرش رو زندانه. مرسی بهار عزیز.